Civil Engineering and Management, Mohammed Tashankori. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ پارسا هستم. ممنونم که تو چنلم هستید و ویدیو رو دارید نگاه میکنید. ویدیو در رابطه با اتفاقات اخیر زندگی منه. خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، ولی کلیاتش رو قراره با هم دیگه بشنویم و ببینیم که بر من چه گذشت و چرا من اصلا استعفا دادم. اگه نمیدونستی تو ویدیو قبلیم گفتم و یه ذره گفتم که شاید بد نباشه راجع به قسمت‌های مختلف زندگی من تو این چند سال اخیر، تو 6 سال اخیر باهاتون صحبت کنم و یه ذره به اشتراک بذارم. نمیدونم که صدای منو خوب دارید یا نه، چون فاصله هم تو دوربین یه مقدار زیاده و یه ذره بادم میاد، ولی گفتم شاید فضا یه مقدار قشنگتر بشه اگر من بیام توی طبیعت و توی محیط باز بخوام این کارو ویدیو رو واسهتون بگیرم. 3 دقیقه قبلی که ویدیو رو دیدید در حقیقت از سن 19 سالگی 20 سالگی من بود و من اومدم زندگیم رو به 4 قسمت یا 4 چپتر مختلف تقسیم کردم بر اساس اتفاقات و تجربیاتی که داشتم. اونو به 4 قسمت تقسیمش کردم. قسمت اول رو گذاشتم برای زمانی که توی ایران بودم و بالاخره یه سری اهدافی رو واسه خودم همیشه ایمجین میکردم، تصور میکردم و سعی میکردم که اون گامهای اول رو برای رسیدن به اون اهداف بردارم. حالا از درس خوندن و کار کردن روی اسکیل‌های فردی بگیر تا زبان و نمیدونم تصویرسازی ذهنی، از این که حالا بعد از این که مثلا مهاجرت کردی چه اتفاقی واسهت میفته، چه چیزی پیش روته و همه اینها. این شد قسمت اول زندگیم. قسمت دوم زندگیم زمانی بودش که من مهاجرت کردم، اومدم انگلستان توی دانشگاه برمینگام، یونیورسیتی آف برمینگام، نه یونیورسیتی آف برمینگام سیتی یونیورسیتی، دو تا دانشگاه مختلفن. توی دانشگاه یونیورسیتی آف برمینگام اومدم درسمو خوندم. 1 سال خیلی سخت بود برام به خاطر اینکه توی دوران کرونا بود و از نظر دوری از خانواده، اینکه سوشال لایف ما اصلا نداشتیم و خیلی زندگیمون محدود شده بود به خوابگاهی که توش زندگی میکردیم و هیچ اینتراکشنی با هیچ کس دیگه نداشتیم، خیلی زندگی رو سخت کرده بود و واقعا دچار یه سری بریکداون های سنگین از نظر منتال هلف شده بودیم اون موقع. که توی ویدیوام هم دیدید، توی قسمت دوم شاید توی صورتم هم قشنگ مشخص بود که اون وضعیت منتال هلف چقدر روم تاثیر گذاشت. ولی گذشت و با تمام خوبی و بدیاش گذشت و وارد قسمت سوم زندگیم شدیم. درسم توی انگلستان تموم شد، فارغ التحصیل شدم با تمام سختیاش، با تمام اون فشارهای عصبی که رومون بود. حالا مثلا ما میایم اینجا واسهتون صحبت میکنیم توی اینستاگرام و یوتیوب، شما هر ولاگر رو یا مثلا هر کی که مثل منه یا خود من حتی میاد میبینید، فکر میکنید که این دیگه طرف the best of life رو داره و اصلا هیچ مشکلی نداره تو زندگیش، در حالی که این نیستش واقعا. توی ویدیو ما همیشه خب سعی میکنیم که اون روی بشاشمون رو بهتون نشون بدیم، ولی خب همه ما سختیامونو کشیدیم و حتی الانم یه سری مشکلاتی داریم که سختش میکنه واسمون زندگی رو. اما باز هم با تمام این اوصاف کل پروسه ارزشمندیه که شما مهاجرت کنید، ریسکش رو به جونتون بخرید و
برای به دست آوردن یک چیزی که شاید نمیتونستید به دست بیارید توی ایران اگر میموندید بجنگید. و اینو من متوجهم که شرایط نیستش که واسه همه فراهم باشه و دست شیم به قول اینا. واقعا حرف دیگه نمیتونم بزنم. کسایی هستن که واقعا استعداد دارن، واقعا توانمندی بالایی دارن، اما متاسفانه نمیتونن مهاجرت کنن به هزار یک دلیل. دلیلش میتونه دلیل مادی باشه، دلیلش میتونه دلیل معنوی باشه، میتونه به خاطر خانوادهشون باشه. کما اینکه من خودم دوستایی دارم که هیچ مشکلی ندارن میتونن بیان، اما به خاطر اینکه دوست دارن پیش خانوادهشون باشن نمیتونن مهاجرت بکنن. و این ارزشمنده، و این ارزشمنده. قسمت سوم زندگی من شد قسمتی که من فارغ التحصیل شدم و اولین کار حرفه‌ای خودم رو، چه در زندگی حرفه‌ایم چون سنی هم نداشتم موقع، من 24 سالم بود وقتی درسم تموم شده بود، و چه در انگلستان، اولین کار حرفه‌ایم رو شروع کردم به عنوان graduate civil engineer در یک شرکت فرانسوی به نام کلاس که من توی شاخه UK پروژکتش کار میکردم، یعنی شاخه پروژه هایی که توی کشور انگلستان هست. تقریبا 18 ماه 20 ماه من توی این شرکت کار کردم و از نظر پیشرفت و از نظر اینکه چیز یاد بگیرم و نالجم در شاخه کاری خودم که سیویل انجینیرینگ هایوی بود اون موقع افزایش پیدا کنه واقعا بی‌نظیر بود، به خاطر اینکه شانسی که من آوردم وقتی وارد اون پروژه شدم که شرکت منو واسش استخدام کرده بود، پروژه اولش بود و من تونستم همه چیز رو از ابتدا تقریبا تا انتها ببینم. هنوز پروژه تموم نشده. اگرم دوست دارید بدونید که توی پروژه‌مون ما چه کار کردیم، ما دو تا پل ساختیم، پل‌های بزرگ دهنه‌های تقریبا 40 متری، کلی جاده کشیدیم بین این پولا. ارزش پروژه‌ای که بودم توش 30 میلیون پوند بود، تبدیل به ریالش بکنیم چون همیشه 1800 میلیارد تومان تقریبا این حدودا، و من یکی از سه تا مهندس اصلی اون پروژه بودم. یعنی یک سری اتفاقاتی واسه من توی این پروژه افتاد که خیلی باز شدش که از نظر اکسپریانس خیلی بهم کمک کنه، از نظر نالج بهم خیلی کمک کنه. قطعا شانس دخیل بود که من یک همچین پروژه پیدا کنم و از اول با همچین افرادی در همچین تیمی با هم دیگه کار بکنیم و قطعه قطعه پروژه رو بذاریم جلو، بسازیم و با هم ببریمش جلو. ولی از تلاش خودم هم واسه یادگیری بیشتر و بیشتر من نمیتونم چیز بکنم، یعنی اونم انکار ناپذیر بود. انکار ناپذیر میگن یا اجتناب ناپذیر، خلاصه گذشت و من میدیدم که کاری که من دارم انجام میدم خیلی فراتر از تایتلم هستش، graduate civil engineer. کسایی که فرش از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، حالا هر انجینیرینگی که میخواد باشه، مکانیکال انجینیرینگ، الکتریکال انجینیرینگ، سیویل انجینیرینگ، اینا تایتلشون میشه graduate civil engineer چون اینا تازه از دانشگاه graduate شدن و میخوان وارد بازار کار بشن. تایتل graduate engineer بود. اما من کارهایی که انجام میدادم حداقل دو لول بالاتر از سطح تایتلم. از نظر اکسپریانسی خب خیلی خوب بود، از نظر فشار کاری خیلی بالا بود، استرس کاری بالا بود به خاطر اون تسک هایی که من داشتم انجام میدادم و اون ریسپانسیبیلیتی که داشتم که نباید حالا بهم میدادن، ولی میگم من چیزش نمی کنم، ریگرت نمی کنم که بگم مثلا خوب نبوده و اینها. الان که دارم نگاه میکنم میبینم واقعا شانس من بود که انقدر بهم ریسپانسیبیلیتی داده بودن و باعث شدش که من انقدر سریع رشد کنم توی مسیر کاری. خلاصه گذشت و من تقریبا یک سال و نیم، یه سال و مثلا دو سه ماه بود که کار میکردم، جاوافرهای جدید گرفتم از شرکت‌های مختلف. دیدم که چه جالب، مثلا پروژه‌شون هم پروژه جذاب‌تری نسبت به پروژه ما. و من از اون طرف هم نگاه میکردم میدیدم مثلا تیمی که دارم باهاشون کار میکنم تیم خوبیه، دوست ندارم مثلا این تیمو از دست بدم. و همین جورم آفرا میومد، یعنی یکی دوتا آفرم نبود. برای همینه که من توی ویدیو قبلیم هم گفتم همیشه ورودتون به جاب مارکت و اینستری سخته. وقتی وارد که میشید و اکسپرینستون حالا توی سوشال میدیا مثلا لینکدین و اینها ثبت میشه، دیگه از اونجا به بعد دیگه اصلا خودشون میان سراغتون و شما رو به قولی میدوزدن از کمپانی که هستید، چون نیروی کار ماهر یه چیزیه که بهش نیاز دارن و قدرشو میدونن. حالا این تیکه‌ای که من دارم بهتون میگم و اینجا گوشه پرانتز نگه دارید که دارم بهتون میگم نیروی ماهر رو قدرشو میدونن و نگهش میدارن و از شرکتی که هستش میدوزنش واسه شرکت خودشون. من اون موقع گفتم که برم خب مثلا با شرکت هم صحبت بکنم بگم که آره من آفر دارم ولی دوست دارم مثلا بمونم
بمونم و با شما کار کنم، پروژه بعدی هم با هم باشیم. بالاخره الان یه سال، یه سال و نیمه که ما با هم دیگه داریم کار میکنیم و مثل خانواده شدیم. بالاخره هم شما منو میشناسی، هم من شما رو میشناسم. ما میدونیم که سیستم کار کردنمون چجوریه، چجوری میتونیم با هم دیگه تعامل کنیم و تو هم میدونی که نالج من چجوریه. یعنی اگر بخوای بری یکی رو از بیرون بیاری، به قولی یک آنون انتیتیه واسه تو. یعنی تو نمیدونی که این طرف واقعا به درد تو میخوره یا نه، اما من رو میشناسی. من از گریجویت اومدم توی این پروژه، از اول پروژه بودم، تو رشد منو دیدی و همه این داست گفتن که باشه و میدونستنم که حرفی که من دارم میزنم درسته. اما خب متاسفانه یا خوشبختانه نتونستن منو نگهم دارن و نتونستیم به یک تفاهم دو طرفه‌ای برسیم و قابل درکم هست واسه این من ماشینه بره و این داستان برای من قابل درکم هست، به خاطر اینکه by the end of the day ماها as the کارمند دیگه فارسی واقعا کلیکم، ما به عنوان کارمند واقعا یک عددیم توی اشل کمپانی های بزرگ. حالا شاید این مشکلی باشه که کی هم هسته، شاید اگر مثلا من انگلیس نبودم، آمریکا بودم یا کانادا بودم، مثلا کمپانی ها بیشتر سعی میکردن که ماها رو نگهمون دارن. نمیدونم، این باید بدید از کسی که تو کانادا آمریکا زندگی میکنه، چیزیه که من دارم حدس میزنم. و نتونستن چیزی بهم آفر بدن که بتونن من رو نگهم دارن. منم آفرام همینجوری میومد و میومد تا اینکه یکی از بهتریناش خواب کردم. و جالبم زمانی که من داشتم فارغ التحصیل میشدم، برهه 3 ماهه آخر که داشتم واسه پایان‌نامه مینوشتم، خب نیم نگاهی هم به بازار کار داشتم دیگه قاعدتا. و یک پروژه‌ای هست توی انگلستان، پروژه HS2، که جالبه بدونید انگلستان قطار سری و سیر نداره. یعنی قطاری که با سرعت 300 کیلومتر به بالا مثلا حرکت کنه رو ما تو انگلستان نداریم. تنها یک جا هست که HS1 از لندن میره پاریس و خیلی مسخره است. حالا پروژه HS2 پروژه خط آهن سری و سیریه که از لندن قراره کشیده بشه به برمینگام، بعد به منچستر، بعدم میره تا شمال انگلستان، تا ادینبرو و کلن اسکاتلند و اون طرف ها. و این پروژه از نظر اشل بزرگی، اگر اشتباه نکنم، بزرگترین پروژه عمرانی کل اروپاه که کانترکتورها و پیمانکارها از کل اروپا اومدن الان توی انگلستان دارن روژه کار. و من هم قراره توی این پروژه جوین بشم. این بود دلیل این که من چی شد که استعفا دادم و چه بر من گذشت و حرفایی هم که زدم یادتون باشه. و در کل میخوام بهتون بگم که اگر سنتون مثل منه، یعنی بین 20 تا 30 سال هستید، من مثلا دو هفته 26 سالم شد، یعنی 25 هم تموم شد، 5 سال دیگه دارم تا 30 سال. اگر تو این بازه زمانی هستید، به نظر من این بازه زمانی زمانیه که شما باید ریسک کنید، کار سخت بکنید و خودتون رو چالش کنید که بهترین چیزها رو احتمالاً بعد از 30 سالگی سریع‌تر به دست بیارید. ممکنه حرفی که میزنم درست باشه، ممکنه غلط باشه، ولی به هر حال مایندتی که من واسه خودم دارم اینه. میگم که nothing in life worthwhile until you take risk. Every failed experiment is a step closer to success. واقعا دیگه از این واضح تر نمیشه چیزی. یعنی واقعا هیچی توی زندگی ارزشش بیشتر از این نیستش که شما ریسک بکنید. و تا زمانی هم که فیل نشید، یعنی شما هیچ قدم رو به جلوی رو بر ندارید. و زمانی که فیل میشید، یعنی شما یک قدم رو به جلوی بیشتری رو به سمت موفقیتتون برداشتید. آقا دمتون گرم خانوم ها و آقایون، دمتون گرم که بودید، این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که نمیدونم صحبت دلی بین خودمون بود دیگه، حالا زیادم مخاطب نداره چنلمون، ولی امیدوارم که بیشتر بشه و امیدوارم که لذت ببرید. ریسک کنید توی زندگیتون، مخصوصا اگر سنتون نزدیک سن منه و چالش چیز خوبیه، به دردتون میخوره. و اینستاگرام منو اگر ندارید، parsa_mata اینستاگرام منه، شما اونجا منو فالو. فکر کنم هفته اول تیر ماهیم، 25 شاید نمیدونم 5 تیر، و هوای این هوای گرم سر ظهر 28 درجه است. الان که من دارم باهاتون حرف زدم 9 شبه و هوا همچنان روشن همونجور که و خنک شده یه مقدار. و اینکه خلاصه که آقا دمتون گرم، آقایون و خانم ها دمتون گرم که بودید. امیدوارم که صدای ویدیو صدای خوبی بوده باشه، نمیدونم صدا نور، گفتم یه ذره متفاوتش کنم واسهتون. بگیراندم به غیر از این دستخر بقیهش قشنگه، بذار اونورم الان بهتون نشون میدم. اینم دقیقا پشت من بود، این ویو از مزارعی که هستش توی کاونتری
و پروژه‌ای هم که من کار میکردم از اینجا میشه دیدش، اگر بتونم بهتون نشونش میدم. آره احتمالاً بشه. اون جلو رو میبینید یه پله، دقیقاً اینجا اون یکی از پلهایی بود که ما درستش کردیم اونجا. دمتون گرم که بودید. چنل رو اگه ساب ندارید سابشو بزنید و اینکه کامنت هم برام بذارید ببینم که نظرتون چی بود راجع به این ویدیو و دوست دارید آیا مثلا بیشتر ویدیوهای این مدلی ببینید یا بیشتر دوست دارید انگلیس رو بهتون نشون بدم. مرسی که هستید، بوس به کلتون و تا ویدیو بعدی.